همونطور که خبرنگار شما هم اشاره کرد، به نظر میاد که کار برای آقای قلیچدارقلو تمام هست. البته هنوز نتایج رسمی به طور دقیق و علنی اعلام نشده، ولی شواهد اینطور نشون میده با توجه به اینکه الان آقای اردوغان هم اعلام پیروزی کرده، ولی باید به حال بشینیم ببینیم که موضع احزاب مخالف چگونه خواهد بود، آیا این شکست رو میپذیرند یا نه. در طول این در واقع دو دور انتخابات به حال نوعی دو قطبی رو به وجود آورده بودن هر دو طرف، به خصوص اون جبهه حاکم، حزب حاکم آک پارتی و حزب مهپ و احزاب شریک توی این ائتلاف حاکم، ائتلاف جمهور، و عملا اون کمپ سکولارها و کمپ اسلامگراها در تقابل با یکدیگر قرار داشتن. ولی اون چیزی که بیشتر حالا طرف سکولار نسبت بهش ایراد داشت و موضع داشت، اون بحث اقتدارگرایی آقای اردوغان بود. ولی به نظر میرسه که با توجه به اینکه الان اون ائتلاف جمهور و در رأس اون آقای اردوغان پا به عرصه انتخابات گذاشتن، اینها همواره 3-0 از ائتلاف در واقع اپوزیسیون جلو هستن، به خاطر اینکه قدرت رسانه‌ای و قدرت رو در ساختارهای حکومت در دست دارن از لحاظ تبلیغات. به خاطر این کار بسیار سختی رو داشتن و ائتلاف جمهور که نمایندگی میکنه، آقای اردوغان هم نمایندگی میکنه اون رو، اینا تونستن افکار عمومی و بخش قشر خاکستری در ترکیه رو که عمدتاً تو مناطق آناتولی هستش اون رو به سمتی سوق بدن که افکار اونا بیشتر تمرکز کنه به جای مسئله اقتصادی روی مسئله ناسیونالیسم ترکی، روی مسئله اسلامگرایی. و به خاطر همین به نظر میرسه که اون قشر خاکستری هم الان رأی داده به ادامه وضع موجود در ترکیه، و اون 5% هم که حزب سینان اوغان داشت، ائتلاف سینان اوغان، اون حزب ائتلاف اولترا ناسیونالیست، پخ شده آرا بین هم آقای قلیچدارقلو و هم آقای اردوغان. ولی به هر حال تونسته آقای اردوغان به نظر میرسه که این انتخابات رو هم مال خودش بکنه. به تکرار وضع موجود اشاره کردین آقای، در صورتی که نتایج نهایی و رسمی انتخابات ترکیه اعلام بشه و اردوغان هم پیروز این دوره انتخابات معرفی بشه، این پیروزی به واقع چه طعمی برای مردم ترکیه خواهد داشت؟ من فهم میکنم که ترکیه پا به یک عرصه جدید گذاشته و به نظر من چالش های بسیار زیاد و بسیار خطیری فراروی ترکیه هستش، به خصوص در عرصه سیاست خارجی و البته تو عرصه داخلی. تو عرصه سیاست خارجی دو طیف دیدگاه وجود داره. یه عده میگن که آقای اردوغان که قدرت الان در دست گرفته، پیروز شده، اگر در واقع اینم نهایی بشه و رسمی بشه، ممکنه دست به یک تاکتیکایی بزنه که روابط خودش رو با اتحادیه اروپا و با آمریکا به طور مشخص بهتر بکنه. مثلا با توجه به اینکه ما اجلاس ناتو رو در ماه ژوئیه داریم در لیتوانی، ممکنه که آقای اردوغان با عضویت سوئد تو ناتو هم موافقت بکنه. اون موقع ترکیه منتظر میمونه که ببینه آیا میتونه در گام اول به عنوان سنگ محک روابط بین آنکارا و واش آیا دولت بایدن جنگنده‌های F-16 رو به ترکیه خواهد فروخت یا نه؟ آیا ترکیه رو به اون برنامه پروژه با ساخت و تولید جنگنده‌های F-35 برمیگردونه یا نه؟ به نظر یک دیدگاه دیگه این هستش که آقای اردوغان این مسیر رو ادامه خواهد داد، ادامه وضع موجود خواهد بود و چه بسا تشدید تنش خواهد کرد با کشورهای اروپایی، با کشورهای منطقه، و اون سیاست قبلی رو در پیش خواهد گرفت که عمدتاً تهاجمی بود. من برای این باور هستم که ترکیه در مسیر سیاست خارجی خود دچار چالش‌های بسیار زیادی خواهد شد، و من فکر می‌کنم که دولت آقای اردوغان احتمالاً تاکتیکایی رو به کار خواهد بود که روابطشو بهبود بخشه، ولی دولت بایدن به نظر من نظر مثبتی روی دولت ترکیه نداره و احتمالاً حتی اگر اون تاکتیکا هم نتیجه بده در کوتاه مدت، در میان مدت و دراز مدت ترکیه از غرب جدا خواهد شد، چیز یک گسستگی راهبردی در روابط آنکارا و واشنگتن ایجاد شده و فقط اینرسی سازمانی هستش که باعث شده ترکیه با آمریکا باشه، در ناتو باشه، و به نظر من ترکیه این احتمال داره که در میان مدت و دراز مدت به سمت روسیه و چین چرخش بسیار بسیار جدی بکنه.